درود به همه شما عزیزان امیدوارم هر کجا که هستین دلتون شاد و تنتون سلامت باشه با من همراه باشین با داستان امروز سلام روز و روزگارتون خوش من نوید هستم سی و دو سالمه به پیشنهاد دوست عزیزم تصمیم گرفتم که داستان زندگی ما برای شما تعریف کنم بنده اصلا به ذهنم نرسیده بود که داستانم رو برای کسی یا جایی به اشتراک بذارم اما اون دوست به من گفتن که اگه داستانم رو تعریف کنم ممکنه بقیه مردمم وقتی این داستان منو میشنون آگاه تر بشن و یه جورای دیگه اشتباهات منو تکرار نکنن. من وقتی که دو ماه هم بود مادرم رو از دست دادم. متاسفانه من تنها بزرگ شدم. همیشه کم بود مادر رو احساس میکردم. بالاخره باید میبود که نبود. پدر و مادرم با هم میرن به یه سفری که توی جاده پدرم به علت خواب آلودگی کنترل ماشین از دستش خارج میشه و تصادف میکنن. پدرم زنده میمونه اما مامانم عمرش رو میده به شما و فوت میکنه. علت زنده بودن منم این بودش که مامانم منو میذاره پیش خالم یعنی خواهرش. من پدر بزرگ و مادر بزرگام هر دو رو از دست داده بودم و به همین دلیل منو پیش خواهر خودش به اسم نیلوفر که صداش میکنیم نیلو گذاشت بعد از مرگ مامانم چون بابای من حال روحیش خیلی خوب نبود و کسی دیگه نبود که من پیشش بمونم و یه جورایی هم مورد اعتماد باشه من تقریبا یه ماه پیش خالم و شوهرش میموندم و به گفته خالم بابام افسردگی خیلی شدیدی داشته همش خودش رو توی یه اتاق تاریک زندونی میکرد و همیشه به دیوار خیره میشد و اشک میریخته روزها میگذره تا من سه ماه هم میشه خالم نیلوفر و شوهرش قادر هنوز بچه نداشتن برای همین دوتاشون با جون و دل از من مواظبت میکردن به خصوص خالم خالم منو خیلی دوست داشت چون من هم بچه خواهر خودش بودم که توی دو ماهگی مادر خودم رو از دست داده بودم و این خیلی غم انگیزه همین که کلا خالم بچه خیلی دوست داشته پس با دل و جون از من مواظبت میکنه قادر با خودش فکر میکنه دیگه بعد از یه ماه حتما بابام به خودش میاد و میاد من از خونه اونا میبره تا با هم زندگی کنیم و همسرش که میشه خالم فقط گهگاهی بیاد و یه غذایی برای ما درست کنه و همین که از من مواظبت کنه گاهی اما خب اینطوری نمیشه یه ماه دیگه هم میگذره اما باز بابام نمیاد و منو نمیبره دیگه قادر بهش بر میخوره از این رفتار بابای منو به خالم میگه چرا پیام نمیاد و بچهش رو نمیبره نکنه یادش رفته که یه پسر بچه هم داره اسم بابام پیامه نیلوفر بهش میگه اینطوری نگو نوید پسر خواهر خدا بیامرزمه خواهرم سمین ناراحت میشه اگه من با پسرش بد رفتار کنم. اینم که یه پسر بچه از گناهی نداره. پیامم که هنوز ناراحت مرگ زنشه. من وظیفم ازش مراقبت کنم. کلا خالم خیلی مهربون بود. خالم اصلا ناراحت نمیشه از این رفتار بابام. اما قادر نه. اون برعکس خالم خیلی ناراحت و دلگیر میشه. تصمیم میگیره خودش دست به کار بشه و بره به بابام بگه که بیاد و منو ببره. بالاخره منم پسرش بودم. میره خونه بابامو بابام و بهش میگه پیام دیگه نمیخوای بیای و پسرتو ببری بابام ناراحت میشه از رفتار قادر رو بهش میگه قادر این چه وضع حرف زدنه مگه نمیبینی که من زنم و از دست دادم من هنوز افسردگی دارم چطور از یه بچه کوچیک مواظبت کنم تو که این همه نگهش داشتی یه دو روز دیگه هم روش تعجب نکنید از اینکه من اینو بهتون گفتم چون واقعا پدرم همچین حرفی به قادر میزنه قادر به بابام میگه مگه داری درباره یک گونی سیب زمینی حرف میزنی که میگی یه دو روز دیگه هم نگهش دارم داریم درباره پسر خودت کسی که جون داره حرف میزنی ما بابام پرخاشگر بود خیلی هم عصبی بود البته فقط با من اینطوری بود یه جورای حوصله منو نداشت کلا بابام چون که نیلوفر و قادر از من مواظبت کرده بودن اونم به مدت طولانی دیگه بابام پیش خودش فکر میکرده که دیگه مراقبت از من وظیفه اون دو نفر و اون لطفشون و وظیفه پیش خودش حساب میکرد کلا بعضی از آدما همینن اگه مدتی بهشون محبت کنی دیگه پیش خودشون خیال میکنن وظیفت و اون لطف تو رو پیش خودشون وظیفه حساب میکنن و دقیقا پدر من با قادر اینطوری برخورد میکنه و وقتی به نتیجه نمیرسه با ناراحتی برمیگرده پیش نیلوفر رو بهش میگه پیام یه طوری برخورد میکنه که انگار اصلا فرزندی نداره حالا حالا ها بی خیال این رفتاراش نمیشه باید فعلا نوید و نگه داریم تا وقتی که یه مدتی بگذره و یه اتفاقی میفته که همه رو شک زده میکنه پدرم بعد از مرگ مادر خدا بیامرزم سعی میکنه هر طوری که شده جای خالی اونو پر کنه. از طریق نامناسبی هم این کارو انجام میده. چون که منم پیش خالم بودم و نیلو فرقادر ازم مواظبت میکردن دیگه هیچ نگرانی نداشت و راحت به کارهاش میرسیده. بابم سعی میکنه هر طوری که شده جای خالی مامان من همسر خودشو پر کنه و این کارو هم با ارتباط گرفتن با زنهای مختلف انجام میده. زنهای بی سرپناهی که برای گذروندن زندگی به یکی مثل بابای من و امثال اون تکیه می کردن تا زندگی خودشون بگذرونن و برای ادامه زندگیشون از پولایی که بابام و امثال بابام بهشون میداده روزگار خودشونو می رو من فکر می کنم که این کاری که بابام انجام میداد فقط برای راضی کردن خودش بود. نمیگم تنهاییش و مرگ مامانم تأثیری نداشته. داشته. اما خب بابا من باید در قبال من یکم احساس مسئولیت میکرد و حداقل بیاد و به من سری بزنه اما اون یه طوری رفتار میکرده که انگار من پسرش نیستم و وظیفه اوناست که از من مواظبت کنن از نظرم خیلی هم لطف داشتن که با وجود حرفایی که بابام به قادر میزنه بازم از من مواظبت میکنن خب داشتم میگفتم بابام با زنهای مختلفی ارتباط برقرار میکنه تا اینکه یکی از اون زنها رو که ازش نسبت به بقیه زنها بیشتر خوشش می اومده رو سیغه میکنه. بابام به اون زن گفته بوده که من تو رو برای سه ماه سیغه میکنم. اگر که توی این سه ماه زن خوبی برای من بودی تو رو عقد میکنم. اون زن اسمش قزال بود قزال اون موقع سی سالش بود و با بابام اختلاف سنی داشت پدر و مادر قزال خیلی بهش سخت میگرفتن و اذیتش میکردن به اجبار با یه مردی که خیلی هم خوب نبوده شوهرش میدن و اسم شوهرش حمید بوده حمید خیلی شکاک بود و سر هر چیزی به قزال شک میکرد و دنبال بهونه بوده که اونو اذیت کنه و در واقع آزارش بده سر همینم غزالی یه وکیل خوب میگیره و طلاقشو رو از حمید میگیره و پدر و مادرش وقتی که میبینن دخترشون طلاق گرفته چون که افکار خیلی قدیمی و پوچی داشتن اونو کاملا از خانواده ترد میکنن و غزال هم چون که جایی رو نداشته که بره راه نادرستی رو در پیش میگیره پول مهریش رو هم خانوادهش میبرن به غزال میگن که ما این همه بزرگت کردیم پس این مال ماست و قزالم هر چقدر از خودش دفاع میکنه و بهشون میگه که این حق منه اونا توجهی نمیکنن و حق و مهریه قزالو میگیرن کلا سختی زیاد میکشه و با پدرم هم توی یه کافه آشنا میشن سه ماه میگذره توی اون سه ماه من پیش پدرم بودم اما بیشترش و خونه خالم بودم چون که بابام دوست داشته با قزال وقت بگذرونه و به بهونه مختلفی منو خونه خالم میذاره در واقع همه اینها تقصیر قزال بوده خود بابام زیاد احساس مسئولیت در مقابل من نمی کرد. بهش میگفته که تو که کسی رو داری که از پسرت مواظبت کنن اونا توی این مدت مدتی که نوید پیششون بوده دیگه بهش عادت کرده وابسته شدن خودشون هم که بچه ندارن پس بهتره نوید و پیش اونا بذاری و مدتی اونجا باشه بابامم هم که چون از خداش بوده یه بچه پیشش نباشه و نخواد کاراشو بکنه پس به حرف غزال گوش میده و بیشتر اوقات منو اونجا میذارن یعنی خونه خالم قزال حوصله منو نداشته کلا از بچه زیاد خوشش نمی اومده میونه خیلی خوبی هم با بچه ها نداشته از طرفی هم این کارو وظیفه خودش نمیدونسته که از من مواظبت کنه چون من پسر خودش نبودم بچه خودش نبودم و فرزند کسی دیگه ای بودم با خودش میگه چرا من باید از نوید مواظبت کنم وقتی که من زن سیغه یه باباشم من دلخور نیستم از غزال چون اون زن سیغهی بابام بوده و اگه که عقد کرده بودن اوضا فرق میکرد آخه اون موقع بابامو با یه بچه پذیرفته بوده خلاصه سه ماه میگذره توی اون سه ماه خالم تصمیم میگیره که باردار بشه و اقدام به بارداری میکنه و باردار هم میشه نتیجه مثبت حاملگی خالم با عقد کردن پیام و غزال مصادف میشه دیگه اون موقع قزال سیغه پدر من نبود پس بایستی که از من نگهداری میکرد بابام به خاطر این اتفاق یه مهمونی میگیره و خالم و شوهر خالم و دعوت میکنه بابام پنهونی قزال رو عقد میکنه نه اون که اونا ندونن که بابام یه زن سیغه کرده نه اما کسی نمیدونسته که بابام اون زن سیغه ای رو عقد کرده پنهونی عقد میکنن خالم و شوهر خالم وقتی که غزال به عنوان خانم اون خونه میبینن خیلی جا میخورن و متعجب میشن چون که بابام چیزی بهشون نگفته بوده خالم خیلی ناراحت میشه و به بابام میگه دستت درد نکنه آقا پیام لاقل میذاشتی کفن خواهر خدا بیامرزم خوش بشه بعد میرفتی یه زن دیگه میآوردی سر خونه زندگی خواهرم قادرم بهش میگه ما این همه از پسرت مواظبت کردیم بعد اینقدر پیشت ارزش نداشتیم که لاقل بهمون بگی که میخوای عقد کنی و اینطوری میشه که با هم دعواشون میشه نتیجه دعواشون این میشه که قادر به بابا میگه اگه یه بار دیگه پسرتو بیاری خونه ما خودت میدونی کم برات کار انجام دادیم من و زنم که اینطوری به من و نیلو فرتاهین میکنی و اینطوری میشه که قرار میشه اصلا از من مواظبت نکنن و من خونهشون نرم نیلوفر اما بیشتر ناراحت و دل شکسته بوده. علت ناراحتی اونم ترحم به من بوده. برای من ناراحت بوده که باید زنی از من مواظبت می که هیچ شناختی نسبت به من نداشته و اینکه معلوم نیست کی بود و اونا هم غذال رو نمیشناختن و غزال هم اونا رو نمیشناخته. خلاصه قادر به خالم میگه که ما خودمون بچه داریم دیگه از الان باید به فکر بچه خودمون باشیم نه بچه بقیه خالم بهش میگه بچه بقیه نیست بچه خواهر خدا بیامرزمه چطوری ولش کنم آخه اما قادر بهش میگه که از الان به بعد باید فکر بچه خودمون باشی بس دیگه خیلی هم برای اونا کار انجام دادیم هر چیزی هم حدی داره اون بچه پدرش که نمرده خودش بابا داره سالم و سرحاله ماشاءالله اینقدر سالمه که رفته یه زنم عقد کرده و اون روزها میگذره اما قزال اصلا از من به خوبی نگهداری و مواظبت نمیکنه نمیدونم این حرفم درسته یا نه اما خب من بالاخره بچه بودم خودم رو کثیف میکردم غزال حتی نمیومد منو تمیز کن و منو بشوره و پوست بدن من میسوخت حتی از گرسنگی گریه میکردم اما اصلا برای غزال اهمیتی نداشت بهتون گفته بودم که چون من بچه یکی دیگه بودم غزال میگفته به من چه که از بچه یکی دیگه مواظبت کنم و برای همین نسبت به من بی اهمیت بوده تا اینکه یه روز بابام میاد از سر کار و وقتی که میبینه من گریه میکنم و کسی هم نیست که به من رسیدگی کنه به قزال میگه چرا نوید اینطوری داره گریه میکنه چرا کاری نمیکنی پس قزال بهش میگه خب به من چه مگه بچه منه بابام متعجب میشه از این حرف قزال بهش میگه اگه خوب از بچه هم مراقبت نکنی و بهش رسیدگی نکنی طلاقت میدم و چون که غذال جایی رو نداشته که برو کسی رو نداشته که ازش حمایت کنه قبول میکنه که از من مواظبت کنه و خوب به من رسیدگی کنه اونم از ترس بابا اما غزال فقط وقتایی که بابام خونه بود نشون میداد که به من رسیدگی میکنه و با من خوبه اما وقتایی که بابا خونه نبود باز هم مثل قبل میشد باهام روزها میگذره و مدتی میگذره که خالم بچه خودشو به دنیا میاره و یه دختر بوده اسمشو میذارن پرسا یعنی مانند پر خیلی اسم قشنگی از نظر من توی اون نه ماه نیلوفر خیلی دلنگران من بوده اما قادر حتی نمیذاشته که نیلو بیاد خونه ما و به من رسیدگی کنه قادر بهش میگه تو حامله ای و فقط باید از خودت و بچه‌مون مواظبت کنی باز بری به نوید برسه که باباش نمک نشناسی کنه اما خب خالم خیلی نگران من بوده بچهش یه ماهش بوده که اصلا دیگه نمیتونه تحمل کنه کاسه صبرش لبریز میشه و یه روزی که قادر خونه نبوده بدون اینکه به اون خبر بده میاد خونه ما و منو میبینه از حال و روز من تعجب میکنه آخه من خیلی لاغر شده بودم به قول خالم استخونم کاملا معلوم بود رنگ و رویم نداشتم خالم به قزال میگه که من چرا ضعیف شدم آخه خودش مثل چشماش از من مراقبت میکرد و اصلا نمیذاش آب توی دلم تکون بخوره وقتی هم که منو توی اون وضعیت میبینه خیلی دلش میسوز و ناراحت میشه غزالم بهش میگه من هیچ مسئولیتی در مقابل نوید ندارم اگه تا الانم ازش مراقبت کردم به خاطر این بوده که خیلی بهتون لطف کردن وگرنه به من چه که از بچه یکی دیگه مواظبت کنم خالمم خیلی عصبانی میشه از این حرفای غزال بهش بر میخوره بهش میگه خب تو که مسئولیت پذیر نیستی پس غلط کردی زن یه مرد بچه دار شدی خودت که از قبل میدونستی پس واسه چی اومدی زنش شدی اگه زنش شدی و قبول کردی که همسرش بشی پس اونو با نوید بچهش پذیرفتی قزال هم عصبی میشه از این حرف خالم پس بهش میگه من خانوم این خونم تو حق نداری به من توهین کنی خالمم با ناراحتی منو برمیدار و از اون خونه منو میبره بیرون وقتی هم که قادر متوجه جریان میشه و اینکه خالم رفته اونجا و منو آورده بهش میگه تو چرا رفتی این کارو کردی مگه بهت نگفتم ما دیگه بچه داریم و بیشتر توجهت باید سمت پرسا باشه نه نوید به چه زبونی آخه من به تو بگم که اون پسر خودش پدر داره پیامم رفته یه زن گرفته پس به تو دیگه ربطی نداره اما خالم اصلا دلش راضی نمی شده که من توی اون وضعیت بمونم آخه قزال اصلا به من رسیدگی نمیکرد و از من مراقبت نمیکرده خالم دوست نداشته بین من و پرسا فرقی بذاره واقعاً هم اگه منو بیشتر از پرسا دوست نداشت کمترم نبود من نمیدونم که اگه خالم اونقدر مهربون نبود و در مقابل من احساس مسئولیت نمی کرد من با چه وضعیتی بزرگ می شدم خلاصه وقتی بابا متوجه نبود من میشه از غزال عصبانی میشه و بهش میگه یعنی اینقدر تو بی ارزه که بیان بچه این منو از خونمون ببرن و تو نتونی کاری بکنی پس من سرم درد میکرد که زن گرفتم غزال هم میگه اینقدر با من بد رفتار نکن من دارم میگم پسر توه نه من علکی هم ادای این پدرای خوب و دلسوز و در نیار خودت که حتی یه لباس هم تن بچت نمیکنی و با هم بحثشون میشه و بابا من به غزال میگه که اصلا باهاش حرف نمیزن و اون حق نداشته بهش توهین کنه و اما بین نیلوفر و قادر چی میگذره؟ قادر که وقتی میفهمه خالم بیخبر از اون رفته خونه بابامو منو هم همراه با خودش آورده خیلی عصبانی میشه انقدر عصبانی میشه که میخواد منو ببره به خونمون اما خالم اجازه نمیده بهش میگه که گناه داره آخه نوید چه گناهی کرده اون بچه رو اونجا ول کنم تلف میشه اما قادر باور داشته که وقتی بابام باهاشون بد رفتار کرده و قدر کارایی که براش کردن و ندونسته پس دلیلی هم وجود نداره که اونا از من مواظبت کنن بلکه مدتی هم از من به خوبی و درست مثل چشماشون مراقبت کردن همون موقع بابا میاد و بهشون میگه که چرا منو با خودشون آوردن اونجا و حق نداشتن که بدون اجازه اون این کارو بکنن قادرم بهش میگه حیف اون همه محبتی که من و نیلو برای تو پسرت انجام دادیم دیگه حتی اسم ما رو هم نیار بابامم هم توجهی نمیکنه و منو میبره اما خاله خالم خیلی عصبانی و ناراحت میشه دلش برای من میسوخته اما شوهرش بهش میگه از الان به بعد حق نداره حتی بره خونه بابای منو پنج سال میگذره بعد از پنج سال غزال از پدرم جدا میشه گویا با هم اختلافات شدیدی داشتن و یه جورایی بیشتر همو به خاطر اجبار رو از روی خواسته هاشون تحمل کردن پدرم به خاطر زیبایی غزال و غزال هم به دلیل پول و ثروت پدرم بعد از پنج سال که حسابش پر از پول کرد از بابام جدا شد و طلاق گرفتن اما اون موقع ها وضعیت و حال و روز من پنج ساله چطور بود؟ من توی اون موقع خیلی تنها بودم هر طوری که میتونستم سعی میکردم برم سمت بابام اما اون منو پس میزد قزال هم که وضعیتش مشخص بود اون اگه که بگم از من متنفر بود دروغ نگفتم و اقراق هم نکردم فقط جلوی بابام با هم خوب رفتار میکرد درست مثل نامادری سیندرلا بود من واقعا نمیدونم چرا پدرم از منی که یادگار همسرش بودم اینطوری مواظبت کرد و بد بلایم سرم آورد که در ادامه بهتون خواهم گفت. قزال و پدرم پیام فقط دو سال به خوبی در کنار هم زندگی کردن. بقیهش رو هر روزش دعوا بود. نمیدونم علت این اختلاف پدرم و قزال چی بود. چون بچه بودم. اما اون خاطراتی که بهتون میگم من به خوبی یادم نیست. خالم بهم به کمک کرده که واضح بنویسم براتون. غزال از بابام زده میشه اما به خاطر اینکه اون پولدار بوده سعی میکنه این احساس رو بروز نده بابام هم که زنهای بهتر از غزال دیده بود و دلش برای اونا رفته بود اصلا غزال هر چقدرم که بد بود خیانتی به بابام نکرد اما اون چرا بابام بهش خیانت کرد بیشترین ضربه رو هم این من بودم که خوردم بابام اصلا رعایت نمیکرد که یه پسر بچه داره حرفای رکیفی میزد حتی با غزال غزال سعی میکرد جلوی بابامو بگیره اما وقتی دید که بابام اصلا توجهی نمیکنه دیگه اونم براش اهمیتی نداشت و یه جورایی براش عادی شد تا اینکه یه روز که غزال از خونه رفته بود بیرون و صبح زودی هم بود من صداهایی شنیدم معمولا صبح زود از خواب بیدار می شدم. اما چون که کسی به من توجه نمیکرد، و منو تحویل نمی توی اتاقم میموندم و گریه میکردم. به خاطر اینکه بابا منو دوست نداره پدرم هم فکر میکرد من خوابم پس یه زن آورده بود خونمون من وقتی صداها رو شنیدم کنجکاف شدم و از اتاق رفتم بیرون که دیدم بابام یه زن آورده و داره باهاش میگه و میخنده دل میده و قلبه میگیره بهش گفتم که بابا این خانومه کیه؟ وقتی که بابا منو میبینه خیلی جا میخوره بعدش هم عصبانی میشه و میگه تو اینجا چه غلطی میکنی؟ من گریم گرفت از اینکه بابام اونطوری با هم برخورد کرد اما اون خانومه وقتی که شنید من به پیام گفتم بابا جا خورد و به بابا میگه تو یه پسر داری بعد این همه مدت افتاده بودی دنبال من حتما زنم داری تو من گفته بودی که مجردی خجالت نمیکشی وقتی یه پسر بچه داری من آوردی خونت و خیلی با بابا بابام دعوا میکنه و بعدش هم از خونه ما میره بعد از رفتن اون زن بابام که خیلی عصبانی شده بود از اینکه من باعث شدم که اون خانم برو به مراد دلش نرسه خیلی با هم دعوا کرد بعدش هم منو کتک زد اون روز بدترین روز زندگی من بود اینقدر گریه کرده بودم که چشمام باز نمیشد و وقتی هم که قزال اومد و منو توی اون وضعیت دید خیلی جا خورد به بابام گفت که چرا اینطوری کرد و چرا منو کتک زده که بابام بهش گفت که بچه خودمه مگه تو زایدیش که زبون درازی میکنی و اجازه نداد که حتی اگه قزال میخواد دخالتی بکنه و از من حمایتی بکنه اون اقدامش انجام بده دیگه از اون روز به بعد رفتار بابام با من خیلی بدتر شد اصلا انگار منی وجود نداشتم منو نادیده میگرفت. گرفت. بدتر از اون موقع ها با من رفتار میکرد کرد و دنبال هر بهونه ای بود که منو اذیت کن و آزار بده. قزال کمی دلش به حال من سوخته بود و خودش دیگه به هم زخم زبون نمیزد و اذیتم نمی کرد. آخه یه پسر بچه مگه چقدر می اذیت بشه؟ بعد از اینکه بابام از قزال طلاق گرفت اون از خونه ما رفت. مدت کوتاهی نگذشت که بابام یه زن دیگه رو آورد به خونه ما. اسم اون خانم شیرین بود. شیرین خیلی با من مهربون بود. خودشم قبلا یه ازدواج ناموفق داشته. اما با من خوب بود. من هفت ساله بودم که یه روز رفتم توی اتاق شیرین و پیام و حواسم نبود که دستم خورد و شیشه اطر شیرین رو شکوندم. شیرین ترسیده بود از این صدا و با ترس گفت چی شده وای؟ و من همش گریه میکردم و بهش میگفتم که تو رو خدا منو نزن تو هم مثل قزال با من بدرفتاری رفتاری نکن به خدا دستم خورد و شکست ببخشی مدام اطراحی می کردم ازش که شیرین گفت چطایه چرا انقدر گریه می کنی یه عطر دیگه چه عیبی داره بعدش هم پرسید ببینم قزال کیه بابام به شیرین نگفته بود که قبل از اون دو تا زن دیگه هم داشته بود و فقط بهش گفته بود که زنم فوت کرد و نوید هم پسر همونه و حرفی از بقیه زنها نزده بود چون اون به جز قزال با دختر و زنهای دیگه هم ارتباط داشته بود و منم از روی سادگی و اینکه چیزی نمیدونستم بهش گفتم که قزال کی بوده اونم وقتی میفهمه پاشو میکنه توی یک کفش که الا بلا من طلاق میخوام و به بابام میگه تو به من دروغ گفتی من از دروغ متنفرم و اینو هم بهت گفتم و باید از هم جدا بشیم و مهریه منو هم کامل بدی همون روز بابام با عصبانیت میاد سمت من و دستشم یه ساک کوچیک ورزشی بود هرچی که لباس داشتم و توی اون ساکم جا میشد گذاشت و به من گفت از اونجا برم و دارم تمام ارتباطاشو خراب میکنم من خیلی ترسیده بودم بهش گفتم آخه من کجا برم اونا به من گفت که تو رو میبرم خونه خالت و همین کار رو هم کرد. منو فقط گذاشت دم خونه اونا و رفت به همین سادگی. واقعا پدرم لیاقت اسم پدر رو نداشت. روی دوشش سنگینی میکنه همچین اسمی. خالم وقتی منو دید انقدر گریه کرد که بیهوش شد و از حال رفت. از اون روزی که منو وقتی خیلی کوچیک بودم میبره خونه و بین بابام و اونا دعوا میشه دیگه طرف من نمیاد از ترس شوهرش هم بوده بهش گفته بوده اگه بری اون طرفا طلاقت میدم اونم از ترس اینکه نکنه تنها بشه و بچهش بی پدر بزرگ بشه دیگه با خودش و دلش راه میاد و نمیاد طرف من شاید اگه کس دیگه هم به جای شوهر خالم بود همین کارو میکرد چون اونا هر کار که میکردن بابام نمکدون میشکسته فکر میکنم اون موقع پرسا پنج سالش بود و فصل جدیدی از زندگی من شروع میشه بعد از اون موقع من پیش خالم زندگی می کردم. قادر اولش مخالف بود واسه اینکه من اونجا بمونم اما خالم بهش گفته بود که بسه. من چند سال سراغی از این بچه نگرفتم الان شده پوست و استخون اون باباشم که بویی از معرفت و محبت نبرده میخوای چیکارش کنم بچه رو از خونم بندازم بیرون مگه خدا رو خوش میاد البته همه این حرفا رو جلوی من نمیزدن که من اذیت نشم اما خودم شنیدم که چی میگن به خاطر اینکه من جایی نداشتم برم و خالم و شوهر خالم به من محبت داشتن من از اون روز به بعد اونجا میموندم. فقط چند ماهی یه بار بابا میومد اونجا و منو میدید و برای من چیزی می آورد. واقعا خیلی پر رو بود که همچین رفتاری میکرد. حتی یه تشکرم نمیکرد از این بابت که منو نگه داشته بودن. اما خب اونقدری معرفت داشت که هر ماه پولی برای من کنار بذار و من بعدها با جمع کردن اون پولها تونستم به یه جایی برسم. چون که خالم اصلا دست به اون پولا نمیزد و میگفت تو هم مثل بچمی من پسر ندارم تو پسرمی و واقعا هم مثل چشماشون از من مراقبت میکردن خیلی انسان خوبی بودن و به من بسیار محبت میکردن اما من همیشه احساس کمبود محبت میکردم نه که کمبود محبت نه اما کمبود پدر و مادر واقعیم دلم میخواست حداقل پدر واقعی من منو دوست داشته باشه گاهی اوقات احساس اضافه بودن می کردم. احساس می کردم دیر یا زود باید از اون خونه برم. با اینکه اونا رفتار بدی نمی کردن و حتی یه بار هم منت کارهایی که کرده بودن و سر من نمی زاشتن. اما خودم معذب بودم. برای همین خیلی آروم بودم و همش ساکت می نشستم. از دیوار صدا می اومد از من نه. خجالتی بودم نمیتونستم به درستی با کسی ارتباط برقرار کنم همین باعث شده بود که حتی توی مدرسه دوران دبستانم دوستی نداشته باشم و این تنهای من باعث شده بود که از مدرسه خوشم نیاد میدیدم که بقیه همکلاسی ها چطوری با هم میگن و میخندن از پدر و مادرشون صحبت میکنن همه اینا دست به دست داده بودن که از مدرسه خوشم نیاد و اونجا رو دوست نداشته باشم همین احساس خجالتی بودن و تنهایی باعث شد تا من توی درسم ضعیف باشم نمیتونستم تمرکز کنم به خوبی تا اینکه وقتی خاله من اومد به مدرسه متوجه اوضاع درسیم شد و گفت که چرا من انقدر توی درسام ضعیفم معلمم بهش گفت که من اصلا سر کلاس به درساش گوش نمیدم و خیلی هم از این قضیه شاکی بود میگفت مگه ما مشکلی داریم که من نمیتونم درست تمرکز کنم و هر روز درسم داره نسبت به روز قبل پس رفت میکنه که خالم بهش گفته بود که نه ما مشکلی نداریم مدیر مدرسه بهش گفته بود که نوید توی مدرسه اصلا دوستی نداره باید روی ارتباط ها و روابطش کار کنید و از همون روز به بعد خالم مدام توی فکر بود که دنبال یه راهی باشه تا من ترسم از اجتماع کمتر بشه خجالتم بریز و بتونم دوست پیدا کنم و با بقیه ارتباط برقرار کنم تصمیم میگیرن که یه دکتر بیارن تا با من صحبت کن و من بعد از مدتی با کمک اون دکتر و کمک ها و محبت های نیلو فرقاده تونستم که ترسم و کنار بذارم و با بقیه ارتباط برقرار کنم. دبستانم که تموم شد رفتم دبیرستان. روزها گذشت و رفتم سال آخر دبیرستان. تصمیم داشتم که یه روانشناس بشم. پس تحصیل کردم. هزینه های دانشگاه رو هم از پولایی که بابام به من میداد میدادم. واقعا دوست نداشتم و دلمم هم راضی نمیشد که نیلو و قادر همچین کاری رو انجام بدن. اونا به اندازه کافی به من کمک کرده بودن. قادر چون که خودش یه ورزش کار بود دوست داشت که من در کنار فعالیت های دیگه و تحصیلم به ورزش هم بپردازم. منم قبول کردم و باشگاه شروع کردم. به کمک و همراه قادر بعدشم توی یه کافه مشغول به کار شدم چون دوست داشتم مستقل بشم و یه جورایی محبتهای قادر و نیلو رو جبران بکنم فکر میکنم 19 سالم بود و پرسا 17 سالش بود که یه اتفاق عجیبی افتاد مدتها بود که پرسا همش سعی میکرد پیش من خود نمایی کنه توی سن حساسی بود بالاخره سعی می کرد کنار من بهترین خودش باش و منم اینا رو متوجه می شدم. چون بالاخره ازش بزرگتر بودم حدود دو سالی واسه همین چون که می من و اون هیچ طوره به هم نمی خوریم و نمی تونیم که با هم هر نوع ارتباطی داشته باشیم سعی می کردم خودم رو از پرسا دور و دورتر کنم نه که اون در حد من نباشه نه اتفاقا برعکس من در حد اون نبودم اون پدر و مادر خوبی داشت من پدرم حتی یادم نمیومد آخرین بار کی با هم خوشرفتاری کرده بود و مهمتر از همه نیلوفر و قادر ما رو خواهر و برادر هم میدونستن و به من اعتماد داشتن من اصلا دوست نداشتم که از اعتماد اونا نسبت به خودم سوء استفاده کنم و چیز دیگه ای که خیلی مهم بود این بودش که من واقعا واقعا پرسا رو مثل خواهرم دیدم. از بچگی با اون بزرگ شده بودم چطور میتونستم کسی رو که به چشم خواهری میدیدم و با اون بزرگ شده بودم و به چشم دیگه ای مثل زن یا همسر نگاش کنم. انصافنم که پرسا خوشگل بود. خوش شهره بود و خوش اندامم بود. اما من فقط اونو درست مثل خواهرم میدیدم. مثل که نه خود خواهرم اما انگار پرسا منو به چشم برادرش نمیدید و همش سعی می کرد که به من نزدیک بشه. پرسا توی درس زبان انگلیسی خیلی خوب نبود. انقدر ضعیف بود که بیشتر از نمره ده نمی گرفت. اما برعکس پرسا من خیلی زبان انگلیسیم خوب بود و علاقه ایم به اون زبان داشتم. برای همین خالم از من خواهش کرد که توی درس زبان انگلیسی کمک پرسا کنم و منم چون که خالم خواهش کرده بود و اونو هم خیلی دوست داشتم و به هم محبت کرده بود روی حرفش حرف نزدم و قبول کردم که با پرسا درس زبانو کار کنم قرار شده بود که روزها درسای دیگه شو بخون و شبها با هم زبان کار کنیم و من میرفتم به اتاق پرسا تا یه هفته همه چی خوب بود اما شبای بعدش پرسا لباسای خیلی بازی می پوشید و همش می اومد سمت من من اولش تحمل کردم اما وقتی که دیدم با وجود اینکه من بهش تذکر میدم و ازش میخوام که فاصلهش رو با هم حفظ کنه اما اون دست از سر این کاراش بر نمی دار و رعایت نمیکنه. به خالم گفتم که من درسام خودم سنگین شده و دیگه نمیتونم با پرسا درس کار کنم به دروغ اینو بهش گفتم چون میترسیدم که نکنه یه وقت نتونم خودم رو کنترل کنم و یه وقت کار بدی ازم سر بزنه که ناجوان مردانه باشه در مقابل کارهایی که نیلو قادر برای من کرده بودن و همچنین اعتمادی که به هم داشتن بالاخره منم یه پسر جوون بودم و پرسا هم یه دختر زیبا رو. دیگه از اون روز به بعد من و پرسا شده بودیم جن و بسم الله. البته من نمیخواستم که پرسا رو ببینم که نکنه باز کاری بکنه یا احساسش به من بیشتر بشه. چون خودم میتونستم بفهمم که یه احساسی نسبت به من داره. توی اون کافهی که یه وقت کار میکردم دو وقت کار میکردم. بقیه روزمو هم به درس و دانشگاه هم میرسیدم و خلاصه یه طوری برنامه رو تنظیم کرده بودم که صبح زود از خونه میرفتم بیرون و تا شب دیر وقت میومدم که وقتی بود که اهل خونه خواب بودن و خالم برام غذا میذاشت یا گاهی اوقاتم شامی چیزی میخوردم و... همشم به این امید این کارا رو می کردم که پرسا منو فراموش کنه و احساسش نسبت به من پوچ بشه تا نه خودش آسیبی ببینه و نه به درسش لطمه ای وارد بشه تا اینکه یه شب که مثل همیشه دیر اومده بودم به خونه فکر می کردم که پرسا مثل همیشه خوابه ولی اینطوری نبود و اتفاق خیلی بدی بینمون شکل گرفت وقتی در اتاقم باز کردم و رفتم داخل و چراغ رو روشن کردم دیدم که پرسا روی رخت خواب من خوابش برده خیلی تعجب کردم از اینکه اون اونجا چی کار میکنه با تعجب ازش پرسیدم تو اینجا چی کار میکنی پرسا پرسا هم که از نور چراغ و سر و من از خواب بیدار شده بود ترسید و گفت من خب من اومده بودم اینجا بعد خوابم گرفت بهش گفتم برای چی اومدی توی اتاق من نمیدونی نباید بدون اجازه وارد بشی پرسا خیلی حل شده بود نمیدونست چی باید جواب منو بده اما من خیلی عصبانی بودم نه واسه این که پرسا اومده بود توی اتاقم بلکه به خاطر اینکه مطمئن بودم که پرسا هنوز نسبت به من احساس عاطفی داره و من اصلا اینو نمیخواستم پرسا گفت اتاق خودم گرم بود اومدم اینجا میدونستم که داره بهونه میاره اما نمیخواستم دیگه پیگیر بشم بهش گفتم خب حالا که من اومدم و میخوام استراحت کنم برو توی اتاق خودت و منتظر موندم که بره اما اون انگار اصلا نمیخواست بره بهش گفتم ببین پرسا من امروز خیلی خسته شدم میشه گفت که خیلی روز بدی داشتم نیاز دارم که استراحت کنم پس لطفا از اتاق خارج شو پرسا گفت مگه نمیگفتی که من همیشه خواهرتم پس چه عیبی داره که من یه شب پیش داداشم بخوابم جا خوردم از این حرفش اما نمیتونستم چیزی بهش بگم بهش گفتم پرسا خیلی داری کلافم میکنی امشب نه بزار برای شب دیگه پرسا گفت نوید داری بهونه میاری مگه عیبی داره من پیش داداشم بخوابم بازم بهش گفتم که بره بیرون اما اینقدر پافشاری کرد که در آخر تسلیم شدم و بهش گفتم مرغ پاداره باشه تو روی تخت من بخواب من روی زمین قبول کرد و روی تخت خوابید و من روی زمین اون شب انقدر خسته بودم که به خواب خیلی خیلی عمیقی رفتم اون روز کلاس نداشتم و تمام روزم و توی کافه گذرونده بودم پس به خواب رفتم اما احساس کردم که کسی داره به هم دست میزنه پس از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که پرسا منو در آغوش گرفته مثل جت از جا پریدم و با عصبانیت بهش گفتم چیکار میکنی تو مگه نمیبینی خوابم این چه رفتاریه اما پرسا صورتش از اشک خیس بود و گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم نوید من دوستت دارم یه لحظه قلبم ریخت از اعترافی که پرسا یهویی یه به من کرد اما این اشتباه بود نمیشد که اینطوری بشه خونواده پرسا یعنی نیلو و قادر منو مثل داداش پرسا میدونستن و من اصلا دوست نداشتم که اونا فکر کنن که من به چشم دیگه به جز چشم خواهری به پرسا نگاه کردم اونا به من اعتماد داشتن که با وجود اینکه دوتامون بزرگ شده بودیم باز هم اجازه دادن که من کنارشون بمونم اونا به هم محبت کرده بودن خیلی زیاد برای همین خیلی به هم ریختم و کلافه شدم بهش گفتم پرسا چی داری میگی؟ این احساست اشتباهه تو نباید اینطوری بگی اصلا من چون حالم به هم ریخته بود نمیدونستم داشتم دقیقا چی میگفتم و نمیتونستم به خوبی منظورم و بهش برسونم اما پرسا حرفم قطع کرد و گفت مهم اینه دوتامون هم دیگر رو دوست داشته باشیم بعد میتونیم به هم دیگه نمیتونستم حرفش رو تحمل کنم پس حرفش رو بریدم و گفتم برو پرسا برو تا چیزی بهت نگفتم تا ناراحت نشدی ببین من برای احساست احترام قائلم ولی ممکنه این احساس عشق نباشه متوجه منظورم میشی پرسا با چشمای اشکیش به هم نگاه کرد و گفت ولی من میدونم که دوستت دارم من به احساسم مطمئنم نوید من دوستت دارم با کلافگی بهش گفتم منظورم اینه که ممکنه حست زود گذر یا فقط وابستگی باشه اون شب با وجود خستگی خیلی زیادی که داشتم با پرسا خیلی حرف زدم بهش گفتم که من و تو اصلا به هم نمیخوریم پرسا اون گفت چرا اینطوری میگی مگه من چه بوی ایرادی دارم بهش گفتم مشکل تو نیستی پرسا ایراد از سمت منه گفت چه مشکلی وجود داره بهش گفتم که من در حد تو نیستم پرسا تو خانواده خوبی داری ولی من بابام رحم کرد و فقط بعد از مدت زیادی سراغی از من میگیره همش دنبال کارهای خودشه جدیدا متوجه شدم یه کارایی میکنه که حتی از گفتنشون خجالت میکشم و ننگ و عیبم میشه که بگم اون مرد پدر منه بعد خانواده تو چی؟ اونا به این خوبی قطعا حق تو مرد خیلی خوبیه که در حد خود تو خانوادت باشه اما اون همش روی حرف خودش پافشاری میکرد و حرف خودش رو میزد و میگفت که من دوستت دارم و هیچی برام مهم نیست بهش گفتم که فکر میکنی اگه خاله بفهمه که چه حرفایی بین ما گفته شده و از مکالممون خبردار بشه چی میشه و چقدر ناراحت میشه گفت تو از کجا میدونی که ناراحت میشه دیگه خیلی داشتم عصبانی میشدم کم مونده بود که کاسه صبر و تحملم لبریز بشه و با لحن بدی باهاش حرف بزنم آخه من هر چقدر براش دلیل می آوردم که نمیتونیم به هم احساسی داشته باشیم اون باز حرف خودش میزد پس بهش گفتم که من هیچ حسی بهت ندارم پرسا وای به حالتم اگه خالم و یا شوهرش از قضیه با خبر کنی و وقتی اینو بهش گفتم از اتاقم اومدم بیرون. رفتم توی حیات تا هم یه بادی به سر و صورتم بخوره و یکم فکر کنم و از اون حال و هوا بیرون بیام و فکر کنم اون شب ساعت 6 هفت صبح بود که مدام داشتم با خودم فکر می کردم که اگه من موقعیتم مثل پرسا بود ممکن بود حتی خوشحال بشم از اینکه پرسا از من خوشش میاد و نسبت به هم احساس عاطفی داره من خودم همش دنبال این بودم که موقعیتم رو جور بکنم که از خونه نیلوفر و قادر برم و مستقل بشم دیگه بایستی یه فکری به حال خودم میکردم و وقتی پرسا اون حرفا رو به من زد دیگه با خودم گفتم نوید هر طور شده باید از اون خونه بری وگرنه هم پرسا بیشتر اذیت میشه هم خودت و اینطوری شد که تصمیم گرفتم از اون خونه برم تصمیمم و فردای همون روز به نیلوفر و قادر گفتم اونا ناراحت شدن از این تصمیمم و حتی اولش مخالفت کردن از اینکه من ترکشون کنم به خصوص خالم اما من بهشون گفتم که نمیشه که تا آخر عمرم اونجا بمونم و تشکر کردم از بابت اینکه بزرگم کردن و سعی کردم راضیشون کنم تا اینکه رضایت دادن و من از همون موقع دنبال خونه مناسبی گشتم نمیتونستم یه خونه بخرم پس برای همین دنبال اجاره خونه بودم قادر اولش میخواست به هم پول بده اما من بهش گفتم که هیچ طوره قبول نمی کنم و به اندازه کافی مدیونشون هستم تا اینکه توی باشگاهی که میرفتم هم باشگاهی هم متوجه شدن که من دنبال خونه هستم یکی از بین اونا دانشجو بود و برای تحصیل اومده بود به شهر ما تصمیمم داشت که همینجا بمونه وضع مالیشون خوب بود و خونوادهش براش یه خونه گرفته بودن اما یه مشکلی داشت اونم این بود که تنهایی اذیتش میکرد و دنبال یه هم خونه بود و وقتی هم متوجه شد که من دنبال خونم به هم پیشنهاد داد تا برم و با اون زندگی کنم توی یه خونه اسم اون پسر بابک بود بهش گفتم که باید فکر کنم و بهش حتما تصمیمم و میگم بعد از اینکه با قادر و نیلوفر مشورت کردم اونا هم گفتن که این خیلی خوبه دیگه تصمیمم و قطعی کردم و به بابک گفتم که با اون زندگی میکنم و میام به خونش پرسا وقتی متوجه شد که من دارم از اون خونه میرم اومد پیشم و با گریه گفت نوید شوخی دیگه بهش گفتم چی شوخیه گفت اینکه تو میخوای بری از پیشمون آخه چرا به خاطر اینکه من بهت گفتم دوستت دارم اصلا به خدا دیگه کاری به کارت ندارم فقط نرو خیلی ناراحت شدم از اینکه پرسا اونطوری با التماس با هم رفتار میکنه پس بهش گفتم که نه به خاطر تو نیست من بالاخره دیر یا زود بایستی از اینجا میرفتم نمیشه که تا آخر عمرم اینجا بمونم اما پرسا اصرار میکرد که من نرم و پیششون بمونم اما من مخالفت کردم قبول نکردم و روی تصمیمم موندم و پافشاری کردم اتفاقا همون روزم بابک به خاطر کمک به من به اون خونه اومد من بهش گفتم که وسیله خیلی زیادی ندارم و لازم نیست که اون بیاد اما خب بابک اصرار داشت که بیاد به کمکم و اومد خلاصه اون روز وسایلمو رو جمع کردم و رفتم به خونه بابک بابک هم سن و سال من بود اون رشته پزشکی میخوند و توی اون رشته هم تحصیل میکرد اما مثل من کار نمیکرد چون پدرش بهش پول میداد پدر منم هر ماه پولی به حسابم واریز میکرد اما کم کم ماهی یه بار شد چند ماهی یه بار رو یا اگر ماهی یه بار میزد خیلی کم واریز میکرد برام اما من برام مهم نبود چون خودم سر کار میرفتم و میتونستم پول در بیارم و خرج زندگی یه نفر رو بدم و بود و نبود اون پولم برام مهم نبود یه مدتی که گذشت بابک اومد پیشم و بهم گفت که میخواد موضوع خیلی مهمی رو با هم در میون بذار و به من بگه اون موضوع از این قرار بود که بابک وقتی برای کمک به من اومده بود تا وسایلم و بیارم به خونش پرسا رو دیده بود و از اون خوشش اومده بود بابک اون روز به هم گفته بود که من از پرسا خوشم اومد توی همون دیدار اول ولی به روی خودم نیاوردم تا به الان بهش گفتم که چرا تا الان چیزی به هم نگفته بودی؟ گفت فکر میکردم شاید ممکنه عصبی بشی یا ناراحت بشی آخه به من گفته بودی که پرسا برات مثل خواهر و عزیز برات بهش گفتم خب الان انتظار داری من چیکار کنم برات گفت اگه یه کاری بکنی که من و پرسا به هم نزدیک بشیم با هم حرف بزنیم و من ببینم که مزه دهنش چیه اصلا از من خوشش میاد یا نه خیلی خوبه و اینطوری من ممنونت میشم من اون روز خیلی عصبانی یا ناراحت نشدم چون به نظرم این قانون توی زندگی و طبیعت و اصلا بایستی که جنس مخالف ها از هم خوششون بیاد اما تنها یه مشکل داشتم اونم احساسی بود که پرسا نسبت به من داشت و اون روز من با خودم فکر کردم اگه قرار باشه که به هر طریقی بابک رو به پرسان نزدیک کنم اون حقش رو باید بدونه که اون به من چه حسی داشته نه اینکه بذارم بعدا اگه رابطهشون جدی شد بیام و قضیه رو به بابک بگم پس بهش گفتم که قضیه از چه قرار دلایلمو هم, هم بهش گفتم که چرا نمیخوام احساس پرسا بیشتر بشه یا ارتباطمو باهاش بیشتر کنم همونطور که انتظار میرفت بابک ناراحت شد از اون جریان بهش گفتم که تو خوب فکراتو بکن اگه دیدی با وجود این قضیه و شرایط باز هم پرسا رو میخوای من یه قراری میذارم که دوتاتون همدیگر رو ببینید و با هم صحبت کنید بابک هم قبول کرد یه چند روزی که گذشت بابک به من گفت هر چقدر که فکرشون میکنه باز هم از پرسا خوشش میاد و هیچ جوره نمیتونه فکر اونو از ذهنش بیرون کنه و میخواد که هر طور شده با پرسا حرف بزن و به پرسا کمک میکنه تا منو فراموش کنه. بابک معتقد بود که اگه پرسا یه عشق واقعی رو تجربه کنه میتونه منو فراموش کنه. منم قبول کردم چون از طرف ناراحت بودم از اینکه پرسا ناراحت بمونه و به خودش و زندگیش لطمه وارد بشه از طرفی هم میدونستم که بابک همه جوره لایق پرسا هستش. آخه هر موقع که با خالم صحبت می کردم خالم می گفتش که یه چند وقتی هستش که پرسا حالش خیلی بده احساس می کنم دخترم داره افسرده میشه. آخه پرسا خیلی شاد و شنگول بود اینقدر که وقتی توی جمعی اون حرفی نمیزد و شوخی چیزی نمیکرد همه تعجب میکردن منم سعی کردم کمک بکنم به بابک تا به پرسا نزدیک بشه تا اونو از توی اون حال و روز بیرون بیاره و حالش رو عوض بکنه اما مطمئن نبودم که پرسا قبول میکنه یا نه پس به بابک گفتم که من مطمئن نیستم که پرسا قبول میکنه تو رو یا نه اما تموم تلاشمو میکنم تا بهش برسی و همین کار رو هم کردم طبق قولی که به بابک داده بودم اون دوتا رو با هم آشنا کردم اما همونطور که انتظار میرفت با بار اول پرسا قبول نکرد که با بابک بیشتر آشنا بشن و اتفاقا خیلی هم ازم ناراحت شد که چرا همچین کاری کردم اما من بهش گفتم که هر کاری که کردم واسه این بوده که به خودش بیاد و ببینه که بهتر از منی هم وجود داره بعد از اینکه پرسا جواب منفی به بابک داد و دست رد به سینش زد من فکر می کردم با خودم که وقتی که پرسا قبول نکرده بابک دیگه بیخیالش میشه اما اینطوری نبود و اشتباه فکر می کردم. اولش بابک خیلی ناراحت شد و حتی گریم کرد اما بعدش بیشتر وقتا دم در خونه خالم بود تا با پرسا حرف بزن و در آخر بعد تقریبا یه ماه پرسا قبول کرد که با بابک بیشتر صحبت کنه و با هم آشنا بشن. خدا رو شو که تا همین الانم هم با هم در ارتباطن چون با هم ازدواج کردن و صاحب یه پسرن که اسمش کسراست. بعد از اینکه مدت کوتاهی از ارتباطشون گذشت، یه روز پرسا اومد پیشم و بهم به گفت که ممنونم که منو با بابک آشنا کردی. تو درست میگفتی من حسم عشق نبود هر چی که بود عشق نبود بابک خیلی بهم هم محبت میکنه و بهم به خیلی عشق میورزه من با بابک عشق واقعی رو تجربه کردم خیلی خوشحال شدم برای دوتاشون پرسا انگار دوباره متولد شده بود بابکم هم همونطور بود درست میگن که عشق دوباره آدم و متولد میکنه بیستو خورده ای سالم بود که بابک سعی میکرد منو با دختری آشنا کنه چون من تا آن موقع حتی با یه دخترم دوستی نکرده بودم بابک همش میگفت که بابا تو خیلی پاستوریزه این همه دختر خوب با یکیشون ارتباط بگیر و اصرار داشت که من خیلی تنها و باید با یکی ارتباط بگیرم تا زودتر افسرده نشدم خیلی جالب بود این افکار بابک برای من و همیشه وقتی که اون جریان رو پیش میکشید بهش میخندیدم و میگفتم که من اصلا احساس تنهایی نمی کنم و از این وضعیتی که دارم بسیار راضی هستم. بابک هم وقتی که دید مرغ من یه پادار رو به قول خودش من زیادی پاستوریزه هستم بی خیالم شد. اما یه مدتی که گذشت و میدیدم که بقیه دوست و رفیقامم با دختری در ارتباط هستن منم دلم میخواست که با کسی ارتباط بگیرم و بعد از مدتی به حرف بابک رسیدم. من احساس تنهایی میکردم. اما فکر میکردم که هیچ کس نمیتونه با من حال و روزگار خوشی رو بگذرونه و سعی میکردم خودم رو با درس و کار مشغول کنم و بیخیال روابط و اونطور ارتباط ها بشم. اما یه مدت دیگه که گذشت واقعا نمیتونستم تنهایی متحمل بکنم. دوستم داشتم که با دختری ارتباط بگیرم. پس با معرفی یکی از دوستان با دختری به اسم الناز دوست شدم. خوب بود. همه چیز. البته من فکر می کردم همه چیز خوبه. تا اینکه هنوز دو ماه از ارتباطمون نگذشته بود که الناز به هم گفت که دیگه نمی تونه ارتباطش رو با هم ادامه بده. ازش دلیلش رو پرسیدم که گفت من اصلا براش وقت نمیذارم. اولش ناراحت شدم اما بعدش که با خودم فکر کردم متوجه شدم که الناز درست میگه چون من چون که کار می کردم و کارای پی در پی هم داشتم زیاد وقت نمی کردم که برای الناز وقتی بذارم. مثلا اون دوست داشت که حداقل سه روز توی هفته با هم بریم بیرون اما خب اینطوری برای من جور نمی شد و بیشتر اوقات قرارهامون برای بیرون رفتن و گشتن از طرف من کنسل می شد. الناز هم دختر خوشگذرونی بود و منم بهش حق میدادم و از هم جدا شدیم و ارتباطمون رو با هم قطع کردیم. بعد از جداییم از الناز من دیگه نمیخواستم با دختری دوستی کنم چون میدونستم که دخترها دوست دارن برن بیرون و خوش بگذرونن و من همش سرگرم کارم بودم و دوستم نداشتم توی یه رابطه دیگه شکست بخورم باز رفیقان به هم گفتن که برم و با یکی دیگه دوست بشم که بهشون گفتم که حالا حالا ها این کارو نمی کنم و اگرم بخوام با کسی وارد ارتباط بشم برای ازدواجه و سرانجامش باید بشه زنم پس خیلی حساس بودم که دختر خوبی رو انتخاب کنم اما وقتی که توی رشته خودم کار می کردم خلاصه شدم 25 ساله توی رشته خودم کار می کردم چیزی که براش درس خونده بودم و مربوط به رشتم بود خلاصه سر و سامون گرفته بودم و چون که شرایط خوبی داشتم بعدم هم نمی اومد که با کسی وارد ارتباط بشم که همون موقع ها بود که دختری به اسم مبینا سر راهم قرار گرفت نمیدونم از کجا پیدا شد تا بیاد و گند بزنه به زندگی من اون دختر مبینا به من گفته بودش که پدر و مادرش هر دو فوت کردن و همه ی فامیلاش هم رفتن خارج از کشور و خودش تنها زندگی میکنه. مبینا یه دختر خیلی پایه بود. اون پایه همه چی بود. یعنی اگه بهش میگفتم بیا بریم خودمون رو بندازیم جلوی ماشین خوش میگذره اون قبول میکرد و میومد. موبینا دختر خیلی با سیاستی بود شاید هم به خاطر ارتباطش با مردای دیگه بود البته من خودم اینو بعدا فهمیدم اون به من دروغ گفته بودش که با کسی به جز من هیچ نوع رابطه ای نداشته اما دروغ میگفت من اینقدر جذب مبینا شده بودم که مطمئن بودم پیش خودم که اون بهترین دختریه که من میتونم به عنوان همسرم انتخابش کنم و اون زن زندگیه اما ذهی خیال باطل شایدم به خاطر بی تجربیگیم بود که گول حرفای مبینا رو خوردم و خلاصه با مبینا ازدواج کردم و اون شد زن من. مبینا به من گفته بود هیچ نوع ارتباطی قبل از ازدواجش و حتی ارتباطش با من با کسی دیگه ای نداشته. اما اون خیلی وارد بود. مثلا توی ارتباط اولمون اون انگار این مسئله براش عادی بود. اون یه چیزایی میدونست که حتی منم نمیدونستم. اما اصلا دلم راضی نمیشد که بهش شک کنم و با خودم میگفتم شاید قبلا در مورد اون مطالعه کرده اما نه اینجوری نبود و من اصلا نمیتونستم جلوی شکم و بگیرم هر چقدر که سعی میکردم به دل خودم بد راه ندم و به مبینا شک نکنم اصلا نمیشد اما با خودم کنار اومدم تا اینکه یه مدتی که از ازدواجمون گذشت توقعات مبینا خیلی بالا رفت وقتی که زنم نبود اینقدر توقع نداشت اما وقتی که زنم شد و با هم رفتیم زیر یه سقف مبینا اصلا دگرگون شد و از این رو به اون رو شد اون حتی گاهی توی چشمام زل میزد و به هم میگفت که از من خسته شد و دلش ازم زده شده من خیلی دلم میشکسه از اینکه اون این حرفها رو به هم میزد و من این حرفها رو از دهن کسی بشنوم که زنم بود اما سعی می باهاش راه بیام و اگه مشکلی داره کمکش کنم اما اون همش منو با بقیه مقایسه می کرد و این بیشتر از همه چیز منو آزار میداد و دلمو می شکست. من اصلا نمی تحمل کنم که زنم منو با بقیه مردها مقایسه کنه. بهشم هم میگفتم که اون رفتاری که داره منو ناراحت میکنه اما اون میگفت که براش مهم نیست مدتی به همین شکل گذشت که یه روز مبینا اومد و بهم به گفت که ماشین میخوام من تعجب کردم و بهش گفتم که ماشین برای چی ما که الان ماشین داریم اما گفت من یه ماشین برای خودم میخوام و مدل ماشینی هم مادل ماشینیم که میخواست خیلی مدل بالا و گرون قیمت بود بهش گفتم باید مدتی به هم وقت بده که بتونم پولا رو جمع کنم پس انداز کنم تا بتونم براش ماشین رو بخرم اما اون قبول نکرد و با هم دعوا کرد که مرد بی ارزه هستم که نمیتونم براش ماشین بخرم تقریبا یه هفته گذشت و من فکر می کردم که مبینا بیخیال قضیه ماشین شده چون هیچ حرفی از ماشین نمیزد اما یه روز متوجه شدم که اون ماشین رو صاحب شده. بهش گفتم چیه؟ فکر می کردی اینقدر بی بخورم که ازت نپرسم ماشین به اون گرون قیمتی رو از کجا برداشتی آوردی؟ اولش گفت که پسانداز داشتم و از اون طریخ خریدم اما من مشکوب شده بودم چون اون, اون همه پول پسانداز نداشت و از طرفیم. خیلی هول شده بود و میترسید انگار بعد که بهش گفتم تو این همه پول نداری از کجا این همه پول آوردی گفت وام گرفت اما وقتی که بهش گفتم از کی وام گرفتی بحث و پیش گرفت و دعوا راه انداخت بعدش هم از خونه بیرون رفت دیگه خیلی کلافه شده بودم از اون وضعیت من همه جوره با اون کنار می اومدم اما اون همش با من بدرفتاری می کرد خلاصه من همچنان به مبینا مشکوک بودم زنم اینقدر توی ارتباط من حرفه‌ای عمل می کرد که بهش شک کردم یه روز که موبایلش دستم بود توی گالریش یه پوشه پنهان پیدا کردم و رفتم تو اون پوشه و عکس و فیلم خیلی نامناسبی از مبینا و یه مرد سن بالا پیدا کردم و اون مرد هم کسی نبود جز پدرم در واقع قبل از ازدواجمون مبینا و پدرم با هم ارتباط داشتن و بعد ازدواج هر نوع ارتباطی که داشتم قطع میشه و مبینا با استفاده از اون عکس و فیلم ها از بابام پول میگرفته اون ماشین رو هم بابام براش خریده بود به بابام گفته بود که اگه نخری یا اگه پولو ندی عکس و فیلم ها رو پخش میکنم تا آبروت بره اونم از ترس آبروش هر خواسته ای که مبینا داشته برآورده میکرده و حالا چطور با من ازدواج میکنه مبینا یه روز که خونه پدرم بوده عکس منو اتفاقی توی تلفن بابام میبینه و از من خوشش میاد به بابام میگه که منو با اون آشنا بکن اما بابام بهش میگه که پسرشم تا بی خیال شه و اصلا راضی نمی شده که منو با اون آشنا کنه. مبینای جنسم اون روز از ارتباطش با پدرم فیلم و عکس میگیره و با همون عکس و فیلم ها به خواستش میرسه و بابام آدرس منو بهش میده و اینطوری میشه که گند میخوره به زندگی من و من شکست میخورم. مبینا رو طلاقش دادم. ازش جدا شدم و وسایلش رو هم از خونم پرت کردم تو خیابون و بهش گفتم از زندگیم دور بشو و لقب بدی بهش دادم و بهش توهین کردم و ناسزا گفتم. رفتم خونه پدرم. بهش گفتم که تو هیچ وقت برای من پدری نکردی بعد اونطوری گند زدی تو زندگیم اون از بچگیم اینم از الان بابام شرمنده بود و گفت که ببخشمش اما من بهش گفتم که هرگز اونو نمیبخشم و نخواهمم بخشید و از اون روز به بعد با کسی دیگه ارتباط نگرفتم و ازدواج هم نکردم خالم دخترای مختلفی رو برای من در نظر گرفته اما من بهش گفتم که زیاد علاقه به ازدواج کردن ندارم و همچنان تنهایی به سر میبرم. ممنونم که تا پایان این داستان با من همراه بودیم.